کار نقاشی پشت شیشه رو تقریبا از سال 71 شروع کردم سر یک اتفاقی که تجربه شاید برای خیلی ها بد باشه، یک شوک، یه حالا ضربه مالی که به خانواده خورد و اینکه پول نداشتم بوم بخرم، ولی قلمو رنگ روغن داشتم. اون زمان سال اول دبیرستان بودم، از کنار خیابون شیشه شکسته ها رو جمع می کردم و با الماس می بریدم، صاف می کردم، ترتمیز می کردم و می شستم نقاشی می کشیدم. هیچ تصوری من نقاشی پشت شیشه نداشتم، فکر می کردم یه چیزی که خودم ابداعش کردم، کار خودمه. بعدها فهمیدم که نه، به هر حال یه چیزی که تو اروپا بوده در دوره رنسانس، تو کلیساها توی ایتالیا، شهر ونیس، توی باواریا آلمان، و خط سیری رو داشته تا دوباره برگشته به ایران. قبلترش هم حالا توی ایران بوده، شاید بتونیم بگیم از دوره اشکانی نمونه آثاری رو، نه به این معنی که پشت شیشه تخت کار بشه، پشت ظرف‌هایی که فرم گل نیلوفر رو داشتن، چیزهایی که الان به یادگار برامون مونده. تو سالهای اخیرم که حالا ما تو این 5-6 سال 7 سال اخیر اومدیم یه گروهی رو انداختیم و یه حرف تازه‌ای رو آوردیم تو نقاشی پشت شیشه. خودم هم که بنا به علاقه شخصی که داشتم از دوره بچگی، بیشتر خب با پرنده‌های ایران ارتباط می گرفتم، اومدم روی پرنده های ایران کار کردم و تا این سالها تا اونجایی که تونستم نقاشی کشیدم تو این زمینه، برای معرفی نقاشی پشت شیشه و معرفی پرندگان ایران. یه طرح کلی میزنیم، میذاریم خوش میشه، بعد چند لایه رنگ، یه لایه دو لایه میاریم روش تا کار یواش یواش تکمیل بشه. نقاشی پشت شیشه جزء به کل هستش، لایه لایه رنگ ها میان روی هم و این لایه بودن رنگ ها باعث میشه که کار شکل بگیره و بعد پشت شیشه که ما هی لایه رنگ ها رو میذاریم، وقتی که کار میگذره و خوش میشه یواش یواش پر میشه، ولی از اون طرف جزئیات و ریزکاری ها باقی میمونه. طبعا اون ضربه هایی که خورده خورده میذاریم و رنگ رو میچینیم. یعنی یه بار یه طرح کلی میزنیم، میذاریم خوش میشه، بعد چند لایه رنگ، یه لایه دو لایه میاریم روش تا کار یواش یواش تکمیل بشه. من حالا غیر از این که با قلم‌های ریز واسه اون لایه اول کار می‌کنم، این قلم‌های شاخه زنی رو خیلی دوست دارم، چون باعث میشن که اون بافت پر رو به همون یه جورایی بدن. بعضی وقتا من از قلم باد بزنی استفاده می‌کنم تو بعضی جایی که میخوام حالا یه پر رو به صورت اینکه از چند رنگ، مثلا بعضی از
پرنده ها رو نگاه کنید یه پرشون به صورت راه راه هی رده رده داره، اونا رو با قلموهای باد بزنی میکشم. این کارهای این چنینی رو با قلموهای شاخ زنی وقتی حالا کلیت رو با قلم 4-0 کار کردم انجام میدم. یه اشکالی که داره اینه که تا وقتی تموم نشد و بر نگردوندی نمیدونین چجوری خرابکاری کردین. یه خورده کار داره تا سایه هاش قشنگ در بیاد. تو سینش یه خورده باید دوباره زرد کار شه که یه دست بشه. یه لایه توسی هم کامل که بگیره، خاکستری بگیره، خب باعث میشه که اون چیزی که میخوایم بده. وقتی یه پرنده ای رو داریم میکشیم و میخوایم خود واقعیش باشه، پس بهترین کار اینه که از رو خودش بکشیم، یعنی کار واقعی باشه، یعنی تا اونجایی که میشه ذهنی نباشه. اینا رو من از عکس استفاده میکنم.